به نام خداوند رحمتگر مهربان، درود و سلام خدمت همراهان عزیز. در ادامه فصل دوم با طراحی و تدوین استراتژی ها به کمک اندیکاتورها در خدمتتون هستیم. دوستان، یکی از اولین استراتژی هایی که بهتون آموزش دادم استراتژی RSI 14 و RSI 28 کندلی بود. یعنی هر موقع RSI کوتاه‌تر می اومد بالای RSI بلند مدتی تر می خریدیم. مثلا اینجا یه سیگنال خریدی برامون صادر می شد و بعد اینجا سیگنال فروشش واسمون مجددا صادر می شد. این روش خیلی ساده بود که بهتون آموزش دادم. این ویدیو یه کوچولو پیچیده است و نکات پیشرفته میخوام توش آموزش بدم. اگه نسبت به مباحث برنامه نویسی دید و اشرافی ندارید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو نبینید، چون سطح این آموزش یه کوچولو بالا هست و عزیزانی که تجربه برنامه نویسی ولو در حد دبیرستان یا دانشگاه رو داشتن، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو ببینن که کارهاشون در آینده رو خیلی براشون راحت‌تر میتونه بکنه. البته ما کارهای روباتیک رو کاملا ساده آموزش میدیم، ترید با ربات خیلی راحته، ولی این بحث یه کوچولو پیچیده است، اصلا ربطی هم به ترید و اینا نداره، بحث تحلیلیه. ببینید بچه‌ها، من اینجا چه اندیکاتوری دارم؟ 28 و 14. اینا دوتا اندیکاتورن. نظرتون چیه؟ من یه اندیکاتور بسازم که اختلاف جفتش رو بهم نشون بده، یعنی اختلاف 14 منهای 28 رو نشون بده و زمانی که این اندیکاتور جدید مثبت هست بخرم، زمانی که منفی میشه بفروشم، به جای اینکه این دوتا رو با هم نگاه کنم نتیجهشون رو بیام و بررسی کنم، نتیجه اختلافشون رو بررسی کنم. خب برای این کار من لازم دارم که مقدار RSI 14 رو داشته باشم، مقدار RSI 28 رو داشته باشم، از هم کم کنم و بعد رسمش کنم. نرم افزار تریدینگ ویو یه قابلیت خیلی جالبی داره تحت عنوان پایین ادیتور که میتونید اندیکاتورها رو، کدش رو دسترسی داشته باشید، سورس کد اندیکاتور رو دسترسی داشته باشید و بعد سورس کد رو ویرایش کنی، یه اندیکاتور جدید برای خودت بسازی. خیلی کارتو راحت میکنه. من اینجا روی سورس کد اندیکاتور RSI 14 اگه کلیک کنم کل کدش رو برای من مینویسه و حالا اون قواعد کد نویسیش اگه میخواین ببینید روی این علامت بیشتر کلیک کنید و اینجا داکیومنتشن و مستندات روش های کد نویسیش رو گفته که به چه روش هایی میتونید کد نویسی کنید. همه زبان های برنامه نویسی بالاخره یک بیس و پایه تقریبا مشترک دارند، از بحث تعریف توابع، بحث توابع شرطی، اینا مشترکن و کسی که یک زبان برنامه نویسی رو تجربه کرده باشه خیلی راحت میتونه متوجه این کدها بشه. به عنوان مثال اول اومده یک تابعی رو تعریف کرده و بعد اومده یک متغیر تحت عنوان متغیر لن تعریف کرده، لن میشه طول محاسبات و گفته مثلا 14 روزه هست. بعد اومده گفته سورس که قیمت‌های پایانی تحت عنوان متغیر سورس است، آب هم تحت عنوان بیشترین قیمت تو بازه لن، یعنی بازه 14 روزه میشه آب، داون هم که کمترین قیمت تو بازه 14 روزه رو برامون در آورده. حالا محاسبات خود RSI هست و بعد گفته RSI برابر است با این داده هایی که اینجا برامون آورده و محاسبات RSI رو انجام داده. خب این شد RSI 14 روزه. من الان میخوام همین رو تبدیل کنم به RSI 28 هم کنارش داشته باشم. خب بزنین کد نویسی رو بهتون آموزش بدم. اینتر میزنم. اینجا نمیشه. باید اینو کپی کنیم. بریم یه کد جدید تعریف بکنیم. اینو کپی میکنم و میرم اینجا تو این قسمت یه دونه نیو میخوام ایجاد کنم. میتونم میک ا کپی بزنم، همین رو برام کپی کنه. میتونم اوپن بزنم و بعد بگم که یه دونه اسکریپت جدید برام ایجاد کنه، نیو بلانک ایندیکیتر بگم ایجاد بکنیم. من همین رو میزنم، نیو بلانک ایندیکیتر رو میزنم، یه اندیکاتور جدید تعریف کنیم. اون قبلیه رو اینجا میام پیستش میکنم، اون چیزی که دفعه قبل داشتم اینجا پیست میکنم. خب من میخوام چیکار کنم؟ میخوام دو تا RSI داشته باشم، پس همین رو عیناً میام تا اینجا رو، تا این قسمت RSI رو کپی میکنم و اینو میذارم، همه رو میذارم دو، یعنی لن دو، متغیر دو، سورس دو و آپ دو. البته سورس رو لازم نیست تغییر بدیم، سورس همون باشه کفایت میکنه. آپ دو و داون دو در نهایت تبدیل بشه به RSI دو. خب لن دو به جای 14 کندلی بشه مثلا 28 کندلی و RSI دو هر جا داون یک هست بشه داون دو، داون دو هر جا آپ هست بشه آپ دو، هر جا آپ هست آپ دو، هر جا داون هست بشه داون دو. حالا این RSI دو چیه؟ دقیقاً RSI 28 کندلی رو برای من میاد و حساب میکنه. خب من در ادامه میخوام چیکار بکنم؟ میخوام اختلاف اینا رو تحت عنوان RSI دیفرانسیل مثلا بیارم، مثلا نتیجه تابع، مثلا میذارم تابع DFI یا مثلا DIF دیفرانسیل دیگه، اختلاف این دو تا مساوی میذارم، RSI 1 منهای RSI 2 نتیجهشو اینجا برای من نشون میده و تو خروجی برام میاره.
پس الان من اگه تابع دیف رو بیام و به کمک تابع پیلوت رسم کنم، میتونم خیلی راحت اختلاف این دو تا رو ببینم. پیلوت برای رسم کردن هست، اونایی که متلب کار کردن میدونم پیلوت برای رسمه. دفعه قبل خود RSI رو رسم میکرد، این سری نمیخواد RSI رو رسم کنه، این سری زحمت بکشه دیف رو رسم کنه. دیف چیه؟ اختلاف دیفرانسیالشون دیگه، اختلافشون هست. و اینجا من مینویسم دیف یعنی اختلاف RSI 14 و 28 رو میاد واسه ما رسم میکنه. حالا رنگش هم که اینجا مشخص کرده با یه رنگی رسم میکنه، خیلی بهش کار ندارم. خط بعدی میاد چی میگه؟ خط بعدی، این سه تا خط بعدی نواحی اشباه خرید و اشباه فروش هستن. اشباه خرید، اشباه فروش تو RSI 70 و 30 بود، ولی این چیزی که من جدیداً رسم کردم ناحیه صفر شده اشباه، یعنی زمانهایی که مثبت سیگنال خرید، زمانهایی که منفی سیگنال فروشه. اسمش هم میذارم ناحیه مثلا سیگنال یا ناحیه زیرو میتونم اسمش رو بذارم و قرار بدم. اضافه ها رو مثلا میگیرم پاک میکنم که خیلی تمرکزم رو به هم نزنه. این از ساخت اندیکاتور جدید و میام همینجا سیوش میکنم، ذخیرهش هم میخوام بکنم. یه اسمی براش میتونم بذارم که اسمش هم میذارم RSI دیفرانسیل 28 و 14. سیو رو میزنم. فقط یه نکته رو حواسمون باشه، این لنا رو تبدیل به لن 2 باید بکنیم، چون لن 2 رو تعریف کردیم، اینجا لن داشتیم، باید تبدیل به لن 2 بشن. خب الان که سیو رو بزنم ذخیره میشه و بعد اگه روی اد تو چارت بزنیم باید انتظار داشته باشیم که به چارتمون اینجا اضافه بشه، که دقیقاً هم همین اتفاق افتاده، به چارتمون اضافه شده. حالا بیاین نگاه کنید این نقطه رو ببینید، آبی رفته بالای بنفش قرار گرفته. توی این اندیکاتور جدیدی که درست کردیم دقیقاً همین اتفاق افتاده. به چه صورت؟ به این صورتی که این اومده بالای مثبت قرار گرفته. پس من به جای اینکه این دوتا رو با هم داشته باشم جفتشون رو میام حذف میکنم و یه دونه اندیکاتور تلفیقی RSI جدید دارم. جاهایی که RSI 14 بالای 28 قرار گرفته سیگنال خرید برای من صادر میشه و من میتونم اینجا بخرم. پس این شد کد نویسی به کمک قسمت و بخش پایین ادیتور توی نرم افزار تریدینگ ویو که تلفیق اندیکاتورها رو میتونم اینطوری انجام بدم. حالا این یه نمونه آموزشی خیلی ساده بود، یه مثال خیلی ساده بود که شما نحوه تلفیق اندیکاتورها رو یاد بگیرید و یه سیگنال واحد بتونی ازش بگیری. برای اینکه بخوای یه سیگنال واحد بگیری از این روش میتونی استفاده کنی. حالا میتونی مکدی رو هم با RSI تلفیق کنی، تبدیلش کنی به سیگنال جدید، مثلا مشتی RSI اسمش رو بذاری، یه دونه سیگنال بگیر. چرا؟ کارت سبکتر و راحت‌تر بشه. میتونی استوکاستیک رو بیای با RSI تلفیق کنی زمانی که جفتشون سیگنال خرید میدن بهت سیگنال بده. این جور کارا رو پس به راحتی میشه تو نرم افزار تریدینگ ویو انجام داد و اندیکاتورهای جدیدی گرفت، اندیکاتورهایی که سیگنال‌های دقیق‌تر و بهتری رو میتونن برامون و همراه داشته باشن و ما به کمک اونها تحلیل‌های بهتری داشته باشیم. اینم نایه صفر که خودش به صورت خودکار برای ما مشخص کرده و خط کشیده که میتونیم ببینیم و تحلیل‌هامون هم اینجا داشته باشیم. در نهایت امیدوارم که این نکته آموزشی به دردتون بخوره و در ادامه ویدیوها با خلاقیت خودتون این نکته رو تلفیق کنید و بتونید نکات خیلی بهتری رو استخراج بفرمایید. منتظرتون تو ویدیوهای بعدی هستم. یا علی مدد، خدایا رو نگهدار.